روزتون بخیر. امروز می‌خوایم با هم دیگه یه دونه مبدل فلای بک رو تستش رو انجام بدیم. مبدلی که شما می‌بینید ورودیش از برق شهر یعنی 220 ولت گرفته شده و خروجیمون که تو این قسمت هستش 9 ولت سامپل یعنی مدارمون در مجموع 27 وات توان داره و راندمانی در حدود 80%. من یه سری توضیحات کلی در مورد خود المان‌های مدار خدمتتون میگم. همونطور که می‌بینید بعد که مدار از ورودی هستش، بعد از ورودی ما فیوز قرار داده شده. این فیوز برای اینکه حفاظت مدار در برابر اتصال کوتاه یا اینکه خرابیایی که تو مدار اتفاق میفته برای اون قرار داده شده. حالا این قسمت فیلتر ورودیه. دلیل گذاشتن فیلتر ورودی برای حذف کردن دو سری نویزه. یه سری نویزها هستش که ممکنه از ورودی وارد مدار بشه و یه سری نویزهای دیگه ممکنه این مدار ایجاد بکنه. برای اینکه نذاریم که این نویزها دوباره وارد برق شهر بشه، این فیلتر ورودی رو ما قرار دادیم. بعد از فیلتر ورودی پل دیود، خازنه بعد از پل دیود، سویچ، ترانسمود، دیود خروجی و خروجی. یعنی این قسمت بالا در واقع مدار قدرت مبدل فلای بکمون هستش و این قسمت پایین قسمت کنترلی مدار هست که این قسمتمون فیدبک ولتاژ هستش و این قسمت مدار کنترل. حالا ما هدفمون این هستش که ولتاژ خروجی رو در سه حالت ما اندازه گیری بکنیم و ببینیم که در این سه حالت که اندازه گیری میکنیم مقدار ولتاژ خروجیمون کاملا ثابته. حالت بیباری، حالت کمباری و حالت بار کامل. الان مدارمون در حالت بیبار هستش و هیچ باری به مدار متصل نیست. روی اسکوپ میبینیم که مقدار ولتاژ در حدود 9.44 ولت میباشد. حالا میایم مقدار ریپل ولتاژ رو در حالت بیباری با هم دیگه میبینیم. همونطور که میبینیم مقدار ریپل ولتاژ در حدود 100 میلی ولته که نسبت به ولتاژمون که 9.44 ولت هستش یه چیز کاملا معقول و اوکی هستش. حالا میریم مقدار خروجی مدار و مقدار ریپل مدار رو در حالتی که بار کم به مدار وصل میکنیم اندازه گیری میکنیم. برای کمباری ما از دوتا مقاومت 33 اوم که به صورت سری با همدیگه قرار گرفتن یعنی در مجموع 66 اوم هستش استفاده میکنیم و من این رو به مدار اضافه میکنم. همونطور که میبینید مقدار ریلیف در حدود 100 میلی ولت باقی مونده و افزایشی پیدا نکرده. حالا میایم با هم دیگه مقدار خروجی مدار رو میبینیم. همونطور که میبینید مقدار خروجی 9.44 و مقدار خروجی ثابت مونده. حال نگاه میکنیم که اگر بارمونو به صورت ناگهانی از مدار حذف کنیم آیا مقدار خروجی تغییر میکنه یا نه. من از مدار قطعش میکنم و ببینید دقیقا همونه. دوباره من وصلش میکنم 9.44. پس با قطع و وصل کردن ناگهانی بار کم میبینیم که ولتاژ خروجی ثابت هستش. حالا من میام مدارمونو مقدار ولتاژ خروجی در حالت بار کامل اندازه گیری میکنم. برای این کارم از یک مقاومت 3.3 اوم استفاده میکنم. الان من اینو به مدار اضافه میکنم. مقدار خروجیمون 9.20 ولت هستش که نسبت به حالت قبلی حدود 800 ولت کاهش داشته، یعنی کمتر از حتی 1%. حالا با هم دیگه میریم مقدار نویز مدارمون رو نگاه میکنیم. چیزی در حدود 200 میلی ولت در حالت بار کامل. حالا تستی که الان من میخوام خدمتتون عرض کنم این هستش که الان من میام این بار رو به طور ناگهانی از مدار قطع میکنم. میخوایم با هم دیگه ببینیم که نویز مدار چه تغییری میکنه. الان من قطعش کردم و الان مجدد وصلش کردم.
یعنی یه چیزی در حدود 100 میلی ولت فقط نویز بهش اضافه شد که عدد قابل توجهی نیست، خیلی خیلی کم هستش. و اینکه حالا مقدار ولتاژ خروجی رو مجدد نگاه میکنیم ببینیم که وقتی که بار کامل رو من قطع میکنم چه تغییری میکنه مدار. این در حالتی هستش که مدارم در حالت بار کامله 9.20، من قطعش میکنم 9.44، یعنی یه چیزی در حدود کمتر از 1% ولتاژ افت پیدا کرده. پس میتونیم این نتیجه رو ما بگیریم، من وصلش میکنم 9.20 9.28. پس ببینید مدارمون رو در سه حالت تست انجام دادیم، کم باری، بی باری و بار کامل، و دیدیم که مقدار ولتاژ خروجی ثابته. پس یکی از وظایف های مبدل فلایبک این هستش که تثبیت ولتاژ انجام بده، که ما دقیقا توی مدار دیدیم که واقعا تثبیت ولتاژ انجام شد. حالا میخواییم ولتاژ درین سورس سویچمونو در سه حالت کم باری، بی باری و بار کامل نگاه کنیم و ببینیم که چه تغییراتی اتفاق افتاده. الان مدارمون دوتا بارها به مدار وصل نیستن، مدار در حالت بی بار قرار داره. همطور که میبینیم توی اسکوپ یه سری سیکل ها زده میشه و یه سری سیکل ها زده نمیشه. اگه من براتون نگهش دارم، ببینید توی این سیکل هیچ سویچ زنی انجام نمیشه، ولی اینجا که میبینیم سویچ زنی انجام میشه. دلیل این کار چیه؟ دلیل این کار اینه که چون مدار ما بیباره، خود مدار تشخیص میده که مدار بیباره و در بعضی از سیکل ها لازم نیستش که سویچ زنی انجام بشه. به خاطر همین بعضی از سویچ ها رو کلا نزده. حالا ما بار رو به مدارمون وصل میکنیم، در حالت کمباری مدارمون رو تست میکنیم. در حالت کمباری هم که همونطور که خدمتون گفتم دو تا مقاومت 33 اوم هستش که به صورت سری با همدیگه قرار گرفتن، یعنی در مجموع مدارمون 66 اوم هست. الان تغییرات رو من وصل میکنم و شما تغییرات رو روی اسکوپ مشاهده میکنید. میبینید که همه سیکل ها زده شده، یعنی مدار تشخیص داده که یک باری به مدار وصل هستش و باید کلید زنی انجام بشه. یه چیز دیگه که من توی اینجا خدمتتون بگم این هستش که توی این سویچ زنی که انجام میشه شما دو تا فرکانس میبینید، دو تا رزونانس میبینید. یه رزونانس این قسمته که یه رزونانس فرکانس پایینه و این قسمت رزونانس هست که یک رزونانس فرکانس بالاست. این دو تا به چه دلیل هستش؟ یکی این که خود سویچ یه خزانه بدنه داره و ترانس ما دو تا سلف داره، یه سلف پراکندگی داره، یه سلف مغناطیس کنندگی داره که این سلف با اون خزان تشدید انجام میدن. این فرکانس رزونانس فرکانس بالایی که تو اینجا ایجاد شده به خاطر رزونانس خزانه بدنه ای سویچمون با سلف پراکندگی ترانسمون هستش، و رزونانسی که اینجا انجام شده، رزونانس فرکانس پایینی که اینجا انجام شده به خاطر خزن بدنه سویچ و سلف مغناطیس کنندگی ترانسمون هست. حالا میریم مدارمونو در حالت بار کامل نگاه میکنیم ببینیم که شکل مچا به چه صورت هست. همونطور که در اینجا میبینیم همه سیکل ها زده شده و دقیقا همین دوتا رزونانس هم ایجاد شده که کلن شکل موج های درین سورس توی مبدل فلایبک دقیقا باید به همین صورت باشه. در نهایت یک جنبندی کلی خدمتون عرض کنم که ما چه کارهایی را انجام دادیم. مبدلمون که فلایبک بودش، ما مقدار ولتاژ خروجی رو در سه حالت بی باری، کم باری و بار کامل اندازه گیری کردیم، روی اسکوپ دیدیم که ولتاژ خروجی ثابته و این مبدل تونسته یک ولتاژ تثبیت شده رو به ما بده، و اینکه شکل موج‌های درین سورس سویچمون رو ما دیدیم در همین سه حالت بی باری، کم باری و بار کامل. و نکته مهم این که در حالت بی باری چون باریدن به مدار وصل نیستش، نیازی نیستش که سویچ هر سیکل مدام سویچ زنی انجام بده.
و خود مبدل اینو تشخیص میده و بعضی از سیکل ها رو یه سری سویچ زنی رو انجام نمیده. حالا مزیت این کار چیه؟ مزیت این کار این هستش که تلفات کلید زنی میاد پایین و در نتیجه راندمان مدارمون میره بالا.